سالها سیاست مماشات در غرب امتیاز و دستاورد کلانی برای رژیم آخوندی به دنبال داشته. سیاستی که البته بهای اون رو بیش از هر کس دیگه مردم ایران پرداختن. اما حالا امروزا شاهد برخی تحولات و تغییرات در این رابطه هستیم. از موضع‌گیری های سران اتحادیه اروپا تا رهبران جی 7 یعنی 7 کشور صنعتی جهان. در این بخش از برنامه قصد داریم همراه با آقای فردین ماوچیان از آلمان به این موضوع بپردازیم تا بازتابای این تغییر در موضع‌گیری های رسانه‌ای آلمان در واقع مورد بررسی قرار بدیم. آقای ماوچیان سلام میکنم به شما، شبتون بخیر، خوش اومدید برنامه روی خط ایران. صدای شما یه ذره برای من قطع و وصل شد متاسفانه، ولی اگه صدای من میشنوین سلام دارم بهتون و خسته نباشید میگم و درود میفرستم به همه هموطنان، به خصوص به کانونهای شورشی در داخل ایران. زنده باشید آقای ماوچه. متاسفم اگر که مشکل فنی است یا مشکلی در این هست که صدای ما به شما برسه، من سوال اول خدمت شما یک بار دیگه در واقع مطرح میکنم. ما شاهد یک تغییر لرن هستیم به خصوص در رسانه های آلمان. موضع‌گیری های سیاست مداران و رسانه های آلمان چطور دستخوش این تغییر شده؟ به خصوص آلمان یکی از کشورهایی بود که روابط اقتصادی بیشتری نسبت به سایر کشورهای اروپایی با رژیم ایران داشت. الان در فضای رسانه آلمان چه تغییری وجود داره؟ خب تغییرات رو میتونیم ببینیم، به خصوص همین اجلاس کشورهای صنعتی جی 7 بودش که در اولین مصاحبهش وزیر خارجه همین آلمان به صراحت گفتش که ما اقدامات بیشتری رو خواهیم کرد در گروه 7 که علیه ایران متمرکز باشیم و از این کارهایی که انجام میده به اصطلاح جلوگیری کنیم. خیلی چیزها تغییر کرده، نه اینکه بخوام به شما بگم که سیاست مماشات تغییر کرده، سیاست مماشات داره تو دستگاه خودش کار میکنه و ادامه میده، اما افکار عمومی و به خصوص در مطبوعات آلمان و این موضع‌گیری هایی که سیاسیون دارن میگیرن باید مقایسه کنیم با اولین روزهایی که جنگ به اصطلاح غزه شروع شد. اگه خاطرمون باشه اکثر به اصطلاح سیاستمداران جهان از آمریکا و خود حتی اسرائیل و بسیاری کشورهای دیگه اذعان می‌کردن که هیچ به اصطلاح خطی از رژیم ایران در این جنگ وجود نداره و هیچ مدرکی وجود نداره. خب ولی همون موقع مثل بسیاری از سالهایی که ما پشت سر گذاشتیم، رهبر این مقاومت داشت، صحبت این مقاومت این بود که سر مار در داخل ایران هست و در بیت همین خامنه‌ای و خود خامنه‌ای هستش. الان میبینیم که بعد از حمله‌ای که خامنه‌ای به اسرائیل کردش همه سراسیمه اومدن بیرون و اکثرشون بدون استثنا همون صحبتی رو میکنن که مقاومت ایران داشت طی این سالیان میکرد. درسته، حتی از واژه سرمار استفاده میکنن که این واژه در اولین بار توسط مقاومت ایران در واقع مطرح شده. دقیقا همینطوری که شما میفرمایید، ولی رسیدن به اینها به این نقطه هم بدون بها نبوده، بدون زحمت نبوده. واقعیتشه، من نمیخوام اقراق کنم، ولی بیش از 4 دهه هستش که یک مقاومتی هستش که بهترینش رو خود آقای رجوی تو پیامی که داده بودن در بغرنجترین، سختترین و به قول معروفه سازمان یافته ترین مقاومت تونسته جلوی اینا وایسه با همون چراغ راهنمای نشار نشیخ که معنیش همون نه به ارتجاع و نه به استعماره، چون خواهان این هستن که یا شاه یا شیخ بر سر ما باشن. اینها مفت و مجانی به دست نیامده. واقعیتش اینه که از همون نقطه‌ای که مجاهدین اشرف در اشرف ایستادن و به پیام رهبر مقاومت عمل کردن و گفتش که اگر اشرف بیسته جهان به ایستادگی وادار خواهد شد، الان هم می‌بینیم که هر روز و هر هفته و هر ساعت ما داریم می‌بینیم که پیشروی‌های خانم مریم رجوی سکاندار این کشتی مقاومت پیشاپیش داره میره و در اجلاس پارلمانی بلژیک دیدیم، در آمریکا دیدیم، تصویبی که در کنگره آمریکا شدش و به لایحه‌اش به سنا و بعدم پیشروی‌های خودش داره. اینها هیچ کدوم مجانی به دست نیامده، چون رژیم همون رژیمه و این سرمار هم همون سرماری هستش که همیشه رهبر مقاومت و مقاومت ایران بهش تاکید داشته، چشما رو در جهان باز می‌کرده و میگفته که بابا اینه پشت همه این داستان‌ها، اینه
خب حالا این خطایی که خامنه ای کرد برای خاطر انتخاباتش، من میخوام تونتون کدوار و خلاصه خدمتون بگم، برای انتخاباتش و برای اینکه بتونه بپوشونه این جنگ رو توسط نیابتیاش انجام داد. همیشه خودش رو پشت این نیابتی ها قایم میکردش، ولی الان میبینیم که تمامی اینهایی که در همین اجلاس بودند خطاب به رژیم و نیابتی ها دارن میگن استوب کنید و به رژیم دارن اخطار میدن و میبینیم که پی هم تحریم های آمریکا، تحریم های انگلیس و به اینجور که در اجلاس جی هفتم بوده بسیاری تحریم های خود اروپا هم در راه هستش و این نقطه مسیری ازش که خامنه ای به اصطلاح انتخاب کرده و راهی هم نداره، چون تو پیام آخر آقای رجبی هم گفت سر مار هویدا شد و به سنگ کوبیده شد. یعنی الان ما یک سر ماری داریم که یک ضربه سنگینی خوردش بعد از اون حمله به اصطلاح موشکی که کرده بود، که اونم که میدید که حمله ای نبود که قدرت نمایی بخواد بکنه، از 72 ساعت قبل به طرف مقابل گفته ما میخوایم بهت حمله کنیم. اینم به خاطر این انجام داد که زیر تحت فشار نیروهای ریزشی خودش بود و نیروهای نیابتیش. خلاصه بخوام براتون بگم الان فضای به اصطلاح سیاستمداران و جهان تغییر اساسی کرده، چون دیگه نمیتونن مماشاتگران لاپوشی کنن چیزی رو. بر همه هویدا شده که صدور تروریست، جنگ افروزی کار همین رژیم و سر همین مار یعنی خامنه ای هستش و چرخش های بسیار بسیاری در مطبوعات، کمتر مطبوعاتی رو میبینی که این موضوع رو باز نکرده باشن و برای ما جای به اصطلاح افتخار و مباهات داره که این مقاومت و رهبری این مقاومت تمام چیزهایی که اینا الان بهش رسیدن رو طی دهه های گذشته رسیده. و بازم تاکید میکنم ممکنه که مماشاتگرا بخوام باز هم سعی کنم که با استمالت این رژیم رو نگه دارن، ولی آب در هاون میکنن، چون کانون های شورشی در داخل ایران، زنان و مردان ایران چه در داخل و چه در خارج عزم جزم کردن که این خامنه ای رو هم مثل همون محمد علی شاه و محمد رضا شاه و رضا شاه به گورستان تاریخ بفرستن و زندگی جدیدی رو رقم بزنن که در اون آزادی و آبادی ایران باشه. زنده باشید آقای موشیان، امیدوارم این جمله آخرتون آزادی و آبادی مردم ایران با همه الزاماتی که داره هرچه زودتر محقق بشه، به خصوص برای هم مردم ایران و بعد هم در گام دوم برای کل مردم خاورمیانه منطقه که الان بسیار بسیار صحنه های دردناکی امروز میبینیم. ممنونم که ما همراه بودید آقای موشیان، تشکر میکنم از حضورتون توی برنامه امشب. افتخاری بود که به من دادین. خسته نباشین، شب و روزتون بخیر. زنده باشید، موفق باشید.